باشه حالتی شیطانی است، در این حالت از خداوند متعال دور هست، و در نقطه مقابل طهارت موجب نزدیک شدن انسان به خداوند متعال می شود. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود الطهور نصف الایمان، همین که انسان طاهر کنه خودش رو، نیمی از ایمان را به دست آورده. پیامبر گرامی اسلام فرمود یحشر الله امتی یوم القیامت من بین الامم غرا محجلین، خداوند متعال روز قیامت امت من را به گونه ای محشور می کند که چهره اونها می درخشد و بر حجله ها تکیه زده اند، من آثار الوضوء، به خاطر اینکه اونها اهل وضوء هستند. وضوء این تأثیر رو در چهره امت من ایجاد میکنه که چهره اونها نورانی است. از امام صادق علیه السلام روایت شده فرمود من بات على وضوء بات و فراشه مسجده، اگر کسی با وضوء بخوابد به گونه ای خوابیده است که رخت خواب او سجدگاه اوست. و نکته آخر، روایت دیگر از امام صادق علیه السلام فرمود من آوا الى فراشه فذکر انه على غیر طهر، کسی که برای خواب آماده می شود و به رخت خواب می رود و به یاد می آورد که وضو ندارد، فتیمم من دثار ثیابه، فرمود از غباری که احیانا بر لباسش نشسته است تیمم کند. فرمود کان فی الصلاح ما ذکر الله، تا مادامی که یاد خدا را بر زبان دارد در حال نماز است. هدیه نثار پیشگاه ملکوتی زینب کبری سلام الله علیها اجماعا. صلوات خط بفرمایید.